برخی از اعضای خانواده 31 مسافر ربوده شده و فعالین جامعه مدنی تحت نام عدالت خواهان می گویند که حکومت در مورد رهایی این افراد خاموشی اختیار کرده و نتوانسته که ملت را در جریان بگذارد. ده تن از این فعالین مدنی با برخی از افراد خانواده های 31 مسافر روز دوشنبه در پارک زرنگار کابل جهت عدالت خواهی برای ربوده شده ها خیمه اعتراضی برپا کرده و تاکید کردند تا زمانی که مسافرین رها ساخته نشوند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. برخی از اعضای خانواده مسافرین اختطاف شده می گویند از 1.5 ماه بدین سو هر لحظه منتظر رسیدن احوال عزیزانشان هستند، اما هیچ کس به صدای آنان گوش نمی دهد. حسین علی که پسرش و خانم قمر که شوهرش در جمع 31 مسافر ربوده شده لادرک است، به رادیو آزادی گفتند از مرگ و زندگی آنان خبر ندارند. نام شوهرم خداوش است، شوهرم در گریبان گرفته است. شوهر متنیز قدر گریبان است، از دولت چیز معنی می است که اونا را سلامت تا قدر ایال ما بر بگردن. اگر دولت کوشش میکنه، اگر دولت باستلاش میکنه، اگر دولت با پروه مردم ملت داره دیگه همی باستلاش کنه اونا را سلامت بر بگردن. اگر دولت در یک رای مکار داشته ده نمیدانم میشی را فرزندی با در جمله همیزی 31 نفر گریبانه به نام حسین. مدت 30 روزه که تا آن روز سرنوشت جان معلوم نیست، نه از مردگی نه از زندگی. حالا نمیدونم دولت شاید از این خطر قتل و قتالی که در وردک شد این خطر 31 نفر گروگان گرفت، یک خواهری که خود آتش داد، شاید اینا البته دولت لذت مبرزی. این 31 مسافر حدود 45 روز قبل از ولسوالی شاجوی ولایت زابل توسط مخالفین مسلح اختطاف شدند و گفته می شود که تمامی تلاش ها برای رهایی آنان تا کنون بی نتیجه بوده است. در این حال فعالان نهاد مدنی تحت نام عدالت خواه می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید در این ارتباط سکوت خود را بشکنند و هویت و علت اختطاف ربایندگان را با مردم شریک سازند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت نگرانی های مردم در ارتباط با مسافرین ربوده شده حس می شود و حکومت تا حد توان در این عرصه تلاش کرده است. آقای عبدالله گفت در این عرصه اقدامات صورت گرفته و بنابر بعض ملحوظات جزئیات را با مردم شریک ساختن نمی توانند. آقای عبدالله در حال از ارائه جزئیات در مورد هویت ربایندگان خودداری می کند که محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت این مسافرین توسط گروه دولت اسلامی اختطاف شدند. فعالین جامعه مدنی و برخی از اعضای خانواده مسافرین ربوده شده می گویند حکومت باید در قسمت تامین امنیت شهرهای مناطق ناامن و آزادی مسافرین اختطاف شده اقدامات جدی نماید.